سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده به مناسبت فرارسیدن روز جهانی صلح بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: در حالی به روز جهانی صلح رسیده ایم که درگیری‌های سیاسی حکومت‌ها، دسته‌ها و تشکل‌ها از بی‌توجهی به اهمیت صلح جهانی برای جامعه بشریت حکایت دارد، چرا که اغلب آنها تنها به دنبال مصالح و منافع تشکیلاتی و شخصی خود هستند. مسلمان آزاده با یادآوری درگیری‌ها و تنش‌های موجود در جهان، به ویژه ناآرامی‌های خاورمیانه ادامه داد: نشانه‌ها و علائم جنگ ویرانگری که جامعه جهانی را تهدید می‌کند در حال خودنمایی است. این بیانیه تأکید کرد سیاست‌های داخلی گاهی موجب بی‌ثباتی و تهدید امنیت و صلح اجتماعی می‌شود و مصادره آزادی‌ها و زندانی کردن منتقدان و به بند کشیدن آنان در سیاه‌چال‌ها و ربودن انسان‌های معترض این معضل اجتماعی را شدت می‌بخشد که بسیار تأسف‌انگیز است. مسلمان آزاده ادامه داد یکی دیگر از مسائلی که صلح جهانی را در خطر انداخته سیاست‌های منفعت طلبانه قدرت‌های بزرگ و صدمه به زیست جهانی است. این کشورها با عملکردهای زیانبار خود، با پراکندن و منتشر کردن گازهای خطرآفرین، آب و هوای جهان را به شدت دستخوش نابسامانی کرده و فجایع برآمده از آن به صورت گسترده اثری منفی بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته دارد که در نتیجه باعث کمبود آب و محدود شدن درآمد گشته و آتش جنگ ها را شعله‌ور می‌سازد. این بیانیه در پایان تصریح کرد: ما با دعوت از منادیان و مبلغان صلح در سراسر جهان، آنان را به مشارکت در بزرگداشت و احیای روز جهانی صلح فرا می‌خوانیم و از آنان می‌خواهیم نقش خود را در ارائه راهکارهایی که حامی منافع همه انسان‌ها می‌شود ایفا نمایند.